درود میفرستم خدمت شما بینندگان عزیز. اومدیم برای تست جوشکاری سرسیرن با یک دستگاه جوشکاری تیگ ACDC تکفاس. جوشکاری آلومینیوم با جوشکاری فلزات آهنی کاملا متفاوته. تنگستن متفاوتی رو باید انتخاب بکنید و کلی داستانهای دیگه داره. اما برای جوشکاری سرسیرن بهتره که از تنگستن سایز 3.2 استفاده بکنید. تنگستن های کوچکتر تحمل آمپراژ بالا رو ندارن. به عنوان مثال شما اگر از تنگستن سایز 1.6 بخواید استفاده بکنید، خیلی سریع تنگستنتون تمام میشه و اصطلاحاً خورده میشه. پس نکاتی که در جوشکاری سنسیلن باید رعایت بکنید، سایز تنگستنتون هست که سایز 3.2 باید باشه. اگر سنسیلن سواری هست، باید آمپراژ دستگاهتون بین 150-175 نهایت 180 باشه. حالا کاری نداریم به مواقعی که یه موقع پیش میاد که ما بیشتر نیاز داریم، اما حدوداً شما حداکثر به 175 تا 80 آمپر بیشتر نیاز نداریم برای جوشکاری سنسیلن. اما بریم برای انجام کار و تنظیم دستگاهمون. دقت بکنید دوستان عزیز، دستگاه جوشکاری تیگ ACDC چند آپشن رو در اختیار شما میذارن که شما با کمک تنظیماتی که در این دستگاه وجود داره بتونید کار جوشکاری آلومینیوم رو بهتر انجام بدید. اولین تنظیم که به نظر من مهمترین هم هست، تنظیمات AC بالانس هست یا AC بالانس، و دیگری تنظیمات AC فرکانسی هست یا همون فرکانس جریان AC. نکته که باید بدون این هستش که هر چقدر میزان AC بالانس شما بیشتر باشه، کار جوشکاری آلومینیوم بر شما راحت‌تر میشه، اما در اول این تنگستن شما زودتر تمام میشه و همینطور ناحیه تمیزکاری هم سریعتر ایجاد بشه. تنظیم بعدی AC فرکانسی یا همون فرکانس AC هستش. دقت بکنید هر چقدر میزان AC فرکانسی رو بیشتر بکنید، عرض جوشتون کمتر میشه، و هر چقدر میزان AC فرکانسی کمتر باشه، عرض جوش بیشتر میشه. این نکاتی هستش که حتما باید بدونید، به خصوص AC بالانس. بعضی وقتا از هر کاری که میکنید میبینید که جوشکاریتون دچار مشکل میشه، اصطلاحاً مخ ایجاد میشه یا همون تخلخلای بسیار ریزی که انگام جوشکاری سنسیلن شما میبینید. این هم میتونه برای تنظیم نبودن میزان گازتون باشه و هم تنظیم نبودن دستگاهتون. تنظیمات AC بالانس و AC فرکانسی رو چند بار تغییر بدید تا تنظیمات بهینه برای جوشکاری آلومینیوم رو به دست بیارید. اگر تنظیم دستگاهتون درست باشه، جوشکاری آلومینیوم راحت ترین نوع جوشکاری آرگون یا همین تیک هستش. سطح سرسیلند رو کاملا تمیز کردیم، بعد هم با استون کاملا پاک کردیم و کار دیگه نمونه به غیر از اینکه بریم کار جوشکاری رو انجام بدیم. خب فیلر ما هم تمام شد. همونطور که دیدید ما جوشکاری رو تونستیم با همین دستگاه تکفاز انجام بدیم. کلن الان من فکر میکنم 5 دقیقه هم جوشکاری نکردم. البته خب شما اتکاهاش رو بقید دیدید. از این 5 دقیقه گردنه ترش کامل داغ داغ شده و از اون بدتر کابل قدرت ترش کامل به قدر داغ شده که پای من، چون رو پای من هستش، پای منو سوزوند. اصلا اینقدر این کابل قدرت ترش داغ کرده. پس اولین مشکل خود دستگاه است که قدرت کافی رو نداره. همین الان هم که شما دارید میبینید، من با 142 آمپر دارم کار جوشکاری رو انجام میدم، چون مطمئن بودم که اگر بخوام با آمپراژ بالاتر کار جوشکاری رو انجام بدم صدمه شدید به ترچمون وارد میشد. برای همین آمپراژ رو حداکثر برای 140 گذاشتم. دوستان به من بگن، اگر دوستان به من بگن داخل ویدیو مشخصه. خب همونطور که میبینید ما حداکثر داریم با 142 آمپر کار جوشکاری رو انجام میدیم، به دلیل اینکه ترشمون بسیار بسیار ضعیفه. 5 دقیقه جوشکاری کردیم با این آمپر، ترشمون کامل داغ کرده. حساب کنید اگر شما میخواید 1 ساعت به صورت مداوم با همچین ترچی کار جوشکاری رو انجام بدید، چه بلایی بر سر این ترچ میاد. پس اولین مشکل دیوتی سایکل دستگاه جوشکاری 200 آمپری هستش، دستگاه جوشکاری تکفاز، که اجازه نمیده به شما بتونید به صورت مداوم کار جوشکاری سنسیلند رو انجام بدید. بعد دومین مشکل
تورچ دوشکاری است. تورچ های دوشکاری که همراه با این دستگاه هستن بسیار ضعیف هستن و تحمل آمپراژ های بالا رو ندارن. حالا شاید دوستی بیاد بگه که اگر ما یک دستگاه دوشکاری آرگون ACDC تکفاز 250 آمپری پیدا کنیم چطور؟ آیا با اون میتونیم کار دوشکاری سر سیلند رو انجام بدیم؟ بله. اگر بتونید به جای دستگاه 200 آمپر دستگاه دوشکاری 250 آمپری پیدا بکنید، اون موقع دیگه با خیال راحت میتونید کار دوشکاری سر سیلند رو انجام بدید، اما همچنان باید یک یونیت آب خنک و یک تورچ آب خنک رو تهیه بکنید. پس جواب نهایی ما این میشه که اگر کارتون کار دوشکاری سر سیلند هست و به صورت مداوم قرار کار دوشکاری سر سیلند رو انجام بدید، دنبال دستگاه دوشکاری تکفاز 200 آمپری نرید، مگر اینکه بتونید دستگاه دوشکاری 250 آمپری پیدا بکنید که در بازار هم تقریبا میتونم بگم کم پیدا میشه. اما اگر برید و دستگاه دوشکاری 315 آمپری سفاز رو پیدا بکنید، دیگه در اون صورت خیالتون کاملا جمع میشه. اما اگر کارگاهی دارید که میخواید به صورت خرده ریز کار دوشکاری سر سیلند رو انجام بدید، یعنی قرار نیستش که به صورت مداوم با این دستگاه کار بکنید، ایرادی نداره، میتونید از دستگاه دوشکاری آرگون تکفاز ACDC هم استفاده بکنید. احتمالاً الان داخل ویدیو دارید نتیجه کار رو میبینید. امیدوارم که از برنامه امروز استفاده کرده باشید. اگر با سوالی داشتید حتما داخل کامنت ها بپرسید یا در پیج اینستاگرام ما سوال بپرسید، من حتما به سوالات شما عزیزان پاسخ میدم.